افزایش تنش‌های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی، مردم با گذشت دو سال هنوز هم از اختلافات سیاسی آقایان عبدالله و غنی رهایی پیدا نکردند. دست دشمن تا گردن ما رسیده، اما رهبران ما در مقابل همدیگر در درون کاخ ریاست جمهوری و کاخ ریاست اجرایی موضع‌گیری میکند. آیا واقعا این رهبران شایستگی مدیریت افغانستان را دارند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان ما خانم ایلا ارشاد، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، و همچنان آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. خانم ارشاد، تنش های سیاسی اوج گرفته، مردم قربانیش میپردازه، یعنی فکر میکنید که واقعا این رهبرا با امین مدیریت و با امین برخورد شایستگی رهبریتی وطن داشته باشند؟ تشکر. سلام خدمت شما میمان برنامه‌تان و بیننده بسیار محترم تلویزیون. به رهبرا خوب بسیار منفی نمیخوایم بگویم و نمیتونم، اخلاقا اجازه ندارم چیز بگویم، برای اینکه دکتر سیف عبدالله بیش از 3 میلیون رای گرفته بود و دکتر سیف غنی هم در حدود 4 میلیون یا کم و بیش گرفته بود. یعنی وقتی که 7-8 میلیون نفر به سر دو انسان اعتبار میکنه، اینال ما باید شخصا حق نداشته باشم که بگویم که اینال لیاقت شایستگی داشتن یا نداشتن. ما اگه اعتبار کردیم سر هر دو بزرگوار، تمام مردم افغانستان به قیمت انگشت های خود، به قیمت زندگی خود برای اینا رای دادن. این مردم افغانستان از اینا تو نخواسته بودن که شما صرف داخل ارک شوین و یگانه کاری که بسیار خوب رو انجام میدین تقسیم 50-50 قدرت باشه، که شما حاکمیت ملی و اراده مردم نقص کردین و شما حاکمیت ملی را که حق مردم بود رو تقسیم کردین. اینال مردم در مقابل تمام اینا با سامانی ها سکوت اختیار کردن و خب انتقاد خود داشتن، اما همه ما به این فکر بودیم که به خاطر که ملک به بحران نره و از یک حالت بحرانی نجات پیدا کنیم، خب خیرش چی فرق میکنه که مخالف و موافق و یا دو تیم غیر متجانس با هم یک جای باشن. وقتی که مردم اعتبار را کردن، اینال جا داشت که این دو بزرگوار حد خودم شناختن، هیته صلاحیت خودم شناختن، اینا به آرامش و به روی یک دلیل و به شکل سیاسی این موضوع رو حل میکردن. فکر میکنید چرا حد خود نشناختن؟ ببینن اینجا خب مشکل اساسی سر قدرت است و سر تقسیم چوکی هاست دیگه. هیچ چیز بر ازنا مهم نیست، نه حالت علمان بر ازنا مهم است، نه جنگ که در تمام ولایت است، نه خون مردم و جوانای ما که ریخته بر اینا خب مهم نیست. این حال فلانی که چرا مقرر شد، فلانی چرا مدال گرفت، ببینن وقت زیگپا نیست، وقت عزیز که اینا دوتا وقتی که مردم آرام شدن و بر ازنا ای حق دادن که حکومت وحدت ملی را با وجود آوردن و پیش ببرن، به خاطر که یک بار اعتماد مردم زیر پا کردین که به رای از اونا بازی کردین و یک بار دیگه شما میخواین که با آرزوهای مردم و به تمام امیدهای مردم خاک بپاشین صرف به خاطر قدرت. اینه میره به شکل پروفشنال باید اینا بین خود میشیشتن و حل میکردن این مشکل و ضرور نبود که به پرده تلویزیون ظاهر شوه و ضرور نبود که اینقدر سر صدا بلند شوه در حالتی که ملک بوران. اما آقای عبدالله به وضاحت گفت که آقای غنی در دو ماه سه ماه حتی حاضر نشده که دو ساعت ملاقات هم راشان بکنه و غیره و مسائل دیگر اشاره کردن. یعنی اختلافات تا این حد زمانی که میرسه که گپ داخل حکومت در رسانه ها میبره و گلایه ها میپردازن، فکر میکنید که واقعا این حکومت با توجه به اینکه دو سالگیش پوره میشه دوام بکنه؟ ببینید حکومت دوام میکنه، بله حکومت باید دوام کنه و امی دو نیم سال که از اینا از عمر از حکومت باقی مانده باید ادامه پیدا کنه و دکتر سیف عبدالله رو به بسیار وضاحت گفت که من جا خالی نمی کنم، من حکومت وحدت ملی ادامه پیدا میکنه. اتو مسئله نیست که کدام کار شبک. اما زمانی که آقای عبدالله میگه که من بالای رئیس جمهور اعتماد ندارم، متقابلا رئیس جمهور میگه که من بالای ما کسی که اعتماد ندارم، سر زوی اعتماد ندارم، فکر نمیکنید که اینجا در فضای بی‌اعتمادی واقعا بحران بیشتر شده؟ این مشکل شخصی شان است. اینا ببینن هر چیز شخصی فکر میکنن، بنان این مشکل هم شخصی است. اگر به ملت کسی فکر میکرد، اگر به مردم کسی فکر میکرد، اصلا جای این گلایه ها پرده تلویزیون نبود. اینا باید مشکلات خود خودشان حل میکردن و ای که وقت ندادن یا ندیدن، من فکر نکنم کم چیز شده باشه. اینا تا جایی که من خبر دارم دوام داره که دیگر میبینن، اما ای که دفعتن چرا این موضوع به وجود آمد و این گلایه ها سر گرفت، اینجا ازار یک دلیل دیگر یعنی شما فکر میکنید چرا دفعه این موضوع به وجود آمد؟ ببینید به اساس گفته های دکتر سیف عبدالله که مقرری نادری و مدال اکلیل حکیمی هم رایشان مشوره نشده بود،
اگر واقعا همین دو موضوع بوده باشه، برای اینکه دیگه گلایه عمومی بود تا مشخص نرفتم، مشخص سر همین دو موضوع پافشاری کردن. اگر صرف همین موضوع بوده باشه، فکر نکنیم بسیار کدام موضوع بزرگ بوده باشه. و ها یک چیزی که دکتر صاحب عبدالله گفتن و او را واقعا که اگر عملی میشد و عملی میکردن، یک برتان بگویم که دو سال بعد هم اگر دکتر صاحب عبدالله متوجه زی گپ شده، بازم خوب است که دو سال بعد حداقل رهبرای ما بیدار شوند که او توزیع تذکره الکترونیک است. یک موضوع را که واقعا انسانی بود و واقعا اگر به خاطر همین موضوع کسی شکایت میکرد و بس پرده تلویزیون ظاهر میشد، امروز من مطمئن هستم ما شما آقای پریانی همه ما طرفداری میکردیم و امرایشان استادگی میکردیم. آقای پریانی چرا چی شد که پس از دو سال رئیس اجرای آمد به این پیمانه جنجال خلق کرد و بی‌ثباتی سیاسی را خلق کرد؟ اول امور رقمی که خانم شادم در اول گفتن با میر دو رهبر دولت وحدت ملی نمیشه به احترامی کرد، به دلیل ازی که یکشان آقای عبدالله 3.5 میلیون رای آورد و آقای اشرف غنی هم در حول و حش 1.1 میلیون رای داشت. از این لحاظ اینا رای مردم دارن و میار احترام مردم برای از اینا رایشان است که داده شده و شخصیت های محترم هستن. اما در قسمت ای که چرا آقای عبدالله در این فرصت آمده و چنین اصراری را مطرح کرده، دلایل زیادی وجود داره. اولی که انتقاد ما همیشه از آقای عبدالله در حضورشانی بود که شما شخصیتی هستین که بسیار خوب آدم شدین، بیش از حد خوب آدمی میکنین و اخلاق مدار شدین، در برابر شخصیت سیاسی و شریک شما که هیچ تلاشی برای تطبیق توافقنامه سیاسی نداره و این فروگذاشت شما و این صبر و تحمل و این نادیده گرفتن بالاخره روز شما رو به بنبست میکشانه که چنین هم شد. دولت وحدت ملی بر بنیاد انتخابات به وجود نامده، بر بنیاد یک توافقنامه سیاسی به وجود آمده. اگر این توافقنامه سیاسی عملی نشه، یعنی دولت وحدت ملی عدمش به ازی وجود. بنابراین توافقنامه سیاسی 3-4 مسئله بسیار مهم داره. بحث اول توزیع شناسنامه برقی است. اون رقمی که خانم ارشاد گفتن یک بحثی است که بسیار با اهمیت است و باید صورت بگیره. بحث دوم اصلاحات انتخاباتی است. بحث سوم برگزاری انتخابات پارلمانی است. بحث چهارم با وجود آوردن لوی جرگه و بحث پنجم هم تغییر نظام از شکل ریاستی. اما آنچه که دکتر عبدالله رئیس اجرای به عنوان گلای مطرح کرد، یعنی 50% قدرت اکنون به دست دکتر صاحب عبدالله است، یعنی واقعا فکر میکنید که گلایه هایی که مطرح شد بجا بود در سخنرانی؟ خب دکتر صاحب عبدالله وقتی که صحبت میکنن یک زبان و یک ادبیاتی دارن که همیشه خودشان هم از او گلایه میکنن که بسیار همیشه نرم و همیشه به گونه دیگه است و از زمانی که شیطر صحبت میکنن باز برخی مسائل میمانه، برخی مسائل گفته میشه. هدف اساسی این است که دکتر عبدالله فعلا 50% قدرت به دست نداره. دکتر عبدالله اصلا بجز به دست آوردن یمو ریاست اجراییه دیگه هیچ دستاوردی در قدرت نداره. سه تا از وزرای معروف دکتر عبدالله از جمعی چند وزیری که داره، اینا زمانی که با آقای غنی برای مصاحبه معرفی شده بودند در معامله با آقای غنی قرار گرفتند. اوامر دکتر عبدالله در بسیاری از ادارات اجرا نمیشه و از طرف دیگه جدا از بحثی اوامر، جدا از بحثی که چقدر از ظرفیت های بشری ادارات دولتی مشمول 50% ساخته نشده و چرا نشده، اصل توافقنامه سیاسی جدا از این جزء تقسیم کرسی ها و قدرت چند بخش دیگه هم داره که حداقل فرصت برای حکومت بهتر برای در آینده مسائل یک موضوع دیگر هم مطرح است. آقای پریانی، آنچه که شما اشاره میکنین در پلوز یک موضوع دیگر هم مطرح است که در با کنار گذاشتن این مسائل، یک مسئله دیگه که بیشتر دکتر عبدالله رو وادش که این مسائل به عنوان گلایه آمیز و یا هم به عنوان انتقادی بالای رئیس جمهور مطرح بکنه، بحث درون ازبی بود که میخواست دکتر عبدالله برای خود چیزی کمایی بکنه. این مسئله را نمیشه آدم رد بکنه. احتمال داره که دکتر عبدالله از حساراتش در پی اهداف متفاوتی بوده باشه، اما تا جایی که دیده میشه امور رقمی که آقای عبدالله گفت، اونا گفتن ما از کوه کار اینجا مطرح کردم. مهمترین نکات که اونجا مورد توجه بودی بود که دولت وحدت ملی در دو نیم سال کارش کاری که حساب بده به یک مرجع نداره و مقصری وضعیت هم آقای اشرف غنی هم مزه است به عنوان کسی که توافقنامه سیاسی را تطبیق نکرده.
تشکر. و هم دکتر سپ عبدالله به عنوان کسی که در این مورد گذاشت کرده و در نیم عمر حکومت وحدت ملی مسئله را حالا با همه جدیت مطرح میکنه. بنابراین نورا مهم است آقای بابک دیده شود که واقعا این اظهارات راه به جای میکشانه، بنبست به وجود آمده به نفع مردم حل میشه، یا ای که باز کسای پادرمیانی میکنن و فقط میخواین این بنبست رو بشکنن رو بس وی زیانبار است. خانم ارشا، شما موافق بر این هستین که آقای دکتر عبدالله تنها ریاست اجرایه داره و دیگر هیچ قدرت در حکومت نداره آنچه که آقای پریانی میگه؟ یک وقت این پرویز مشرف برای آقای کرزی بسیار خوب گپ زده بود، گفته بود که شترمرغ وقتی که سر خود زیر بال خود میکنه فکر میکنه که خودم نمیبینم دیگه مردم هم نمیبینیش. اینطور نیست. ما در این پارلمان بودیم که چند تا وزیری که از تیم دکتر سپ عبدالله بود و چند تا از دکتر سپ غنی مساویانه، مردم میبینن، حاجت من نیست. والی ها، قمندان های امنیه، ولسوال ها، همش 50% تقسیم شده. یگانه چیزی که تقسیم نشده بود که مشکل روی مو پوست آقای نادری بود که او به شکل گلایه گفته شد و یا موضوع مدال دادن به هر صورت. و جالب آمیست که میل آقای پریانی، من خودم یک گپ زدم و از زبانم یک چیز دیگه گفتن، گفت که آقای اشرف غنی 1,000,000 و مجم چند سال 800 رای گفتین یا چقدر گفتین؟ فقط در برابر حرف شما بود. من نگفتم 1,000,000 اشتر، من گفتم بیشتر از 4,000,000. خب کمیسیون انتخابات بالاخره امور اعلان کرد. حالا من نمیپیچم پس که برم به کمیسیون انتخابات خوب کار کرد و خراب کار کرد و قانونی بود و غیر قانونی بود، و به هر صورت هر چیزی که بود تقلب هر دو طرف کرده بودن. رای تقلبی هم علی داشته بود، از دکتر سپ عبدالله معلوم بود، از دکتر سپ غنی هم. بالاخره خو خلاصه گپ، دو قطب مخالف با هم یک جای شدن که این حکومت وحدت ملی رو به وجود آوردن که کار صحیح نبود. در کار صحیح نبود. نال میایم به توافقنامه. واقعا اگه ما به توافقنامه توجه کنیم، چیزی که به حال ملت ما بسیار مفید واقع میشه، او را باید به خاطر عملی کردنش، هیچ توافقنامه باشه نباشه، باید ما کوشش کنیم. اینطور نیست که ما بگویم که ما منافع عمر در نظر نمیگیریم، خواست یک کس را. مثلا باز تکرار میگم که آقای پریانی هم برش شرکت، توزیع تذکره الکترونیک، وقتی که میگن که اصلاح سیستم انتخاباتی، اینه ما بارها گفتیم که اصلاح سیستم انتخاباتی به این نمیشه که رئیس کمیسیون و کمیشنر پس شوه و با یک کس به میل دل ما بیایه باز انتخابات شفاف میشه. انتخابات وقت شفاف میشه که تذکره الکترونیک توزیع شه، سیستم انتخاباتی اصلاح شه. بعد از او اگر آقای نورستانی رئیس میشه، اگر آقای معنوی رئیس میشه، اگر آقای پریانی رئیس میشه، انشالله که باز امید شفافیت انتخابات و در بخش از کاهکو، یعنی شما به باور هستین که رئیس جمهور به پیمانه خودکامه حرکت بکنه که دکتر آقای دکتر عبدالله به پیمانه ناراض بود که گفته ای از کاه از کوه کاهش بود که ما گفتم؟ خب بیشتر پریانی سه بودن که آقای عبدالله عادت دارم بسیار نرم صحبت میکنه، اتفاقا مور نرم نیافتم. برای از اینکه بعد رقم صدای خودم میلرزاند و بعد رقم صدای خودم بلند میکرد و در مقابلش همچنان دکتر غنی بسیار صدای خودم بلند کرد، هیچ ضرور نیست که به این رقم و به این لهجه کس گپ بزنه. همه ما شما یک زبان افهام و تفهیم داریم که به بسیار راه های خوب میشود حل شود. با این به نظر من پروفشنال هم نبود و خلاف امی موازین و اصول سیاسی بود. برای از اینکه مشکل در هر نظام میباشه، حتی اگر موافق هم باشن دو نفر، اینا مخالف هستن، این باید به نرمی و با آرامی حل میکرد. بیاین پس به سر می جزئیات توافقنامه سیاسی ببینین. یک سوال میکنم آید صادقانه آقای پریانی جواب بده، امی تغییر نظام ریاستی به صدر اعظمی به حال مردم ما چی فایده میتونه داشته باشه؟ آیا وقتی که نظام صدارتی شد دیگه باز هلمند به دست خود ما میباشه؟ در افغانستان جنگ نمیباشه؟ بازی طالب و دایش دیگه نمیه؟ امروز امی چلنج بسیار مشکل و مهم در افغانستان امنیت افغانستان و اقتصاد افغانستان است. چرا سر از این کسی فکر نمیکنه که امنیت چی رقم تامین کنیم، سرحدها رو چی رقم کنترل کنیم، سیستم اقتصادی رو چی رقم تقویت ببخشیم که ما باید صدر اعظم شوم، ما باید دور دو یا سه و چهار و پنج رئیس جمهور شوم، ما باید مطرح باشم؟ یک موضوع رو من میخوام اشاره کنم. لوی جرگه اگر امکاناتش می بود دایر میشد، خوب نمیشد، به این کار رو ندارم من. اما یک چیز تمام متنای ما یاد داشته باشه، همین قانون اساسی به چی مشکلات تصویب شده و ما یک قانون اساسی داریم که بسیار قانون اساسی معتبر است. امروز وقتی که میگن این تغییر داده شده صدارتی شوا، تمام یک بخشه که باشه شاید مهم هم نباشه. خب دکتر سپ عبدالله یا رئیس اجرایی یا صدر اعظم اویش قدر مهم نیست، اما همه ما شما میفهمیم این تو اشخاص در اونجا هست که حتی به نام افغانستان، به سرود ملی، به کاندید شدن یک رئیس جمهور ده بار مثل کریموف و رئیس جمهور تاجیکستان دگه واره، این رقم چیزها رو میخواین تغییر بیارن.
چرا ما یک دستاورد خود به خاطر صرف یک نام از دست بدیم؟ اینمیال دکتر صاحب عبدالله کابینه را اداره میکنه، نیم کابینه از وزرای دکتر صاحب عبدالله است و هفته یک بار در رأس کابینه قرار داره. یعنی تمام مسئلات یک صدر اعظم فعلا دار، تنها نام صدر اعظم بالای سرش نیست. به می باید اکتفا کنن، فکر میکنم به این مسائل خرد بسیار خردگیری و جنگ و جدال لفظی نکنن، خوبتر است برای شخصیت خودشان و بر ما منیس یک افغان. بسیار جای شرم است که هموطنان ما در فیسبوک خود نشان میکنه که جان گیری تلفن خود خاموش کرده که بازی دو نفر مزاحمت میکنه. آیا این شرم نیست به ما؟ تشکر مردم. خانم ارشاد، آخوی پریانی اول که این مساله خرد است، آخو خانم ارشاد گو، و دوم این که پرسشی را که مطرح کرد واقعا راه حل کل مشکلات تغییر نظام است. ببینید، بحث تغییر نظام در افغانستان یک از مسائل بسیار بنیادی و اساسی است که با تغییر نظام در افغانستان ما میتونیم هم بر اصلاحات اقتصادی برسیم، هم بر اصلاحات امنیتی برسیم، و هم بر کاهش فساد اداری دست پیدا بکنیم و هم به حکومت داری خوب. اما خانم شاد گفت که این صلاحیت ها را تا اکنون آقای عبدالله همیشه داره، فقط نامش نداره. اجازه بدید، بحث مثلا آقای عبدالله نیست. آقای عبدالله صبح سینه و بغل میشه، خدا نکرده چشم از جهان میبنده، آقای اشرف غنی را سیاه‌صرفه میگیره، جان به حق میده. اما ملت افغانستان بلاخره نسل در نسل تا زمانی که جغرافی از بین رفت وجود داره. چگونگی نظام، هدف ما وقتی که میگم قانون اساسی تغییر بکنه در یک لویه جرگی قانونی، تغییر نظام است. تغییر نظام به معنای توزیع قدرت است. شما تا زمانی که قدرت را توزیع نکنین، تا خانم ارشاد نه از سمت ریاست عضویت مجلس که به عنوان یک خانم عادی در خانه و ما به عنوان یک شهروند عادی در به اصطلاح در خانه احساس نکنم که در قدرت سهیم هستم، بر بنیاد تغییر نظام و رویه های دموکراتیک به قدرت درست تمکین نمی کنم. افغانستان همواره در تقابل این مسئله قرار داشته. همین اکنون ما ساختاری را در قانون اساسی ما داریم که ریاستی است و این سبب شده که رئیس جمهور از معرفی یک مامور رتبه هفتم خودش با خبر باشه و اگر وزیر مثلا و متعلق به جناب دکتر عبدالله یک مامور رتبه هفتم حق الزحمه ای غیر رسمی را بر کنار میکنه، ریاست جمهوری در اون مداخله در بخش جنجالی که گفت که مسائل خرد است. بنابراین نه، بعضی من انتظار دارم که یک وکیل پارلمان و خانم ارشاد که به شخصیتشون احترام دارم کوتاه فرمایشون وقت هستن. تمام ماهیت بس برای تغییر نظام بسیار مهم است. نظام ریاستی اینمی گونه خودکامگی را بار میاره، حرف نوشیدن را بار میاره، ملاقات نکردن را بار میاره که گپ میشه دو نفر بیان به شکل غیر شایی مثلا گپ رسانه‌ای بسازن. اگر ما یک نظام صدارتی یا پارلمانی داشته باشیم و در او مثلا احزاب سهم داشته باشه، نماینده‌ای که از حزب میاد در پارلمان او فساد کرده نمیتونه، او بدون لحاظ کردن ختمش‌های خودش به کسی رأی داده نمیتونه. بسیار مهمه. تشکر خانم ارشاد، خیلی کوتاه، وقت ما تمام است. من مخالف سیستم حزبی نیستم. ببینین، ما خودم ما یگانه کسی بودم از 19 نفری که برای سیستم حزبی در پارلمان رای داد، صرف 19 نفر برای سیستم حزبی رای داد. واقعا یگانه قدمی که به طرف دموکراسی میشه برداشت سیستم حزبی است. از تغییر نظام شروع میشه. ببینین سیستم حزبی نه، نظام خود میتونیم در پارلمان ما چی داشته باشیم، سیستم حزبی را نمیتین در قانون مسئله بس از اون تغییر نظام مهم است. نه، تغییر نظام خوشمون فایده اش نگفتین که چطور مهم است. باز علمان و سقوط نجات پیدا میکنه. یکی خیره. آقای اشرف غنی و عبدالله با گیلاس آب که میخورن هم با هم مشوره کردن و یک شاهدشان بودیم. ثبوتش چیست؟ کابینه چرا 6-7 ماه طول کشید؟ برای از اینکه اینا چند از اینی داشتن، اینا به توافق نمیرسن، روی هر شخص اینا گپ زدن. یگانه کسی که رویش گپ زدن نشد آقای نادر نادری بود و مدال اکلیل حکیمی بود کی رقم بلوا را بکار کرد. خانم ارشاد، دیگه همه چیز مذاکرام شده، مفاهمام شده، اما دیگه دو موضوعی که نشده خوب کار نشده. کاش که دکتر سبشتف غنی همون کار میکرد. حل این مسئله به یک جمله که 3 تا کلمه داره نیاز داره: تطبیق توافقنامه سیاسی. رئیس جمهور باید توافقنامه سیاسی تن بده، چون این حکومت در بدون قانون اساسی با وجود نمیده. قانون اساسی نمیتونه بهانه شو بر تدبیر نشدن توافقنامه سیاسی. قانون اساسی نمیتونه، منتها اگر لقبار تغییر میتن. بسیار تشکر آقای پریانی و خانم ارشاد از حضورتان در برنامه خط کابل امشب، و شما تشکر میندای عزیز که این بحث با ما تا کنون سیمانه دنبال کردیدم. کارم رازقیار پس از وقفه کوتاه مرور بر روزنامه و سایت های خبری دارد. خدا نگهدار. س
سلام، من رازقیار هستم. شما بیننده مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز هستید. انتقاد های تند و کم سابقه عبدالعبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی از اشرف غنی رئیس جمهور و پاسخ کاخ ریاست جمهوری به آن موضوع از موضوعات اصلی گزارش های تحلیلی روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز است. روزنامه نیویورک تایمز از قول بعضی از تحلیلگران نوشته که بیانیات دکتر عبدالعبدالله در یک زمانی که طالبان فعالیت‌های خود را بیشتر ساختند، بحران سیاسی را در این کشور نیز بیشتر خواهد ساخت. و نوشته نیویورک تایمز بعضی از تحلیلگران میگوید که دکتر عبدالله تنها در داخل حکومت در انزوا قرار نگرفته، بلکه حامیان خودش هم او را ترک کردند. روزنامه از قول تحلیلگر سیاسی هارون میر نوشته که میگوید آقای عبدالله در انتخابات سوال برانگیز سال 2014 با کمک و حمایت جمعیت اسلامی پیشرفت کرد، اما به گفته او وقتی که آقای عبدالله به تشکیل حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت موافقت کرد، این مردم از او مایوس شدند. روزنامه سرخط نیز سرمقالش را زیر این عنوان نوشته است: تخریب نظام در لباس نظام. سرمقاله نویس گفته است که در آستانه دو ساله شدن حکومت وحدت ملی، این اظهارات عبدالعبدالله که گفته است کسی که حوصله بحث را ندارد، لیاقت ریاست را هم ندارد، نشان دهنده اختلاف شدید میان رهبران حکومت است. سرمقاله نویس گفته است که به علت فشارها از سوی جمعیت اسلامی، عبدالعبدالله رئیس اجرایه مجبور شده تا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را مورد انتقادات شدید قرار دهد. از سوی دیگر والی ولایت هلمند میگوید که کمک های لازم به بیجا شده های این ولایت صورت نگرفته. پایگاه اینترنتی رادیو آزادی نگاشته است مسدود بودن راهها و سرکها که به شهر لشکرگاه منتهی می شود و ایجاد محدودیت در کار مؤسسات و نهادهای بین المللی در مرکز هلمند باعث شده تا کمک های مهم اولیه به بیجا شدگان نرسد، یعنی کمک به آنان که در نتیجه جنگ و درگیری شدید مناطقشان را در اطراف شهر لشکرگاه ترک کردند. این در حالی است که دوام جنگ ها در ولسوالی های اطراف شهر لشکرگاه تعداد بیجا شدگان را به طور روز افزون در این شهر بیشتر ساخته و آنها در یک وضعیت دشوار بشری قرار دارند. مقامات افغان میگوید مذاکرات میان حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار و مقام های افغان امروز از سر گرفته می شود. قطب‌الدین هلال مشاور رئیس جمهور در امور صلح در صحبت با رسانه ها ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. در این حال امین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح نیز تاکید می کند که گفتگوها میان هر دو جانب آغاز می گردد. هیئت حزب اسلامی پس از آن توافق نمایندگان حکومت افغانستان و این حزب که بیش از دو ماه پیش روی سند 25 ماده‌ای صورت گرفته بود برای بار دوم به کابل می آیند. و مقامات پاکستانی می گوید که طالبان افغان سرنشینان چرخبال این کشور را رها کردند. طالبان 6 پاکستانی و 1 خلبان روسی سرنشینان این چرخبال پاکستانی را در 4 ماه آگوست زمان دستگیر کردند که بنابر عوارض مجبور به نشست اضطراری در ولایت لوگر شد. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که 7 سرنشین این تیاره دیروز در منطقه قبایلی تسلیم داده شدند. از همراهیتان تشکر. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.